جایز بودن بهره برداری از یک اثر ادبی مشروط به چیست و در غیر این صورت کدام دسته از اندیشمندان حکم به حرمت چنین اقدامی میدهند؟ اولا یادمون باشه، یک بار دوباره برای همیشه اعلام میکنم، حکم دادن در موازین دینی و مسائلی که مرتبط با مسائل شرعیه فقط و فقط کار علمای دین و مراجع تقلید هست و سایرین هرگز اجازه ندارن که حکم بدن. پس اینجا گزینه در واقع 3 و گزینه 1 حذف میشه که عموم دانشمندان علم اقتصاد، اونها از دانشمندان توی بحث، حالا خیلی این بحث فقهی و اجتهادی میشه که تو بحث اجماع میتونن به عنوان مطلع در احکام ثانویه مراجع چی بخوان؟ راهنمایی بگیرن، ولی حکم رو باید مراجع صادر بکنن. پس یا گزینه 2 میشه یا گزینه 4. بعد میگه جایز بودن بهره برداری از هر اثری که یه نفر دیگه زحمت کشید، چه ادبی چه هنری چه هر اثری، باید پرداخت اجرتش رو بکنیم. نه فقط پرداخت اجرت نیست، همین که اجازه رو بگیریم کافیه، شاید این اجازه بدون پرداخت اجرت هم در انجام بشود. پس دریافت اجازه میتونه باشه که گفتیم اینجا چون هست شده، فقط گزینه چی میمونه؟ دریافت اجازه پدید آورنده اثر، گزینه 2 میمونه که هم قسمت اولش درسته هم قسمت دوم. پس جایز بودن بهره برداری از یه اثر، باید اجازه صاحب اثر رو دریافت کنیم، حالا به هر دلیلی، میتونیم اجرتش رو بدیم، رضایتش رو بگیریم، میتونیم با انواع اقسام روابط دوستانه صمیمانه اجازه رو دریافت کنیم، هر جوری که اجازه قلبی و درست از پدید آورنده صادر بشه، لحاظ شرعی درست، حالا لحاظ قانونی هم خب باید این اجازه مکتوب شود. و حکمش هم کی میده؟ مراجع تقلید، گفتیم فقط هر حکم دینی یا شرعی رو میتونن صادر بکنن.